آبجی امروز تو یه چیزی شده. تو هر چیزی دخالت نکن کوچولو، صابونتو بخور. تو نمیخوای بخوری، تو هم بخور دیگه. نه، من با آیا صابونه میخورم. پس بگو. عزیزم، صابونتو بخور تو. یواش یواش دخترم، داداشو تو خفه میکنی. بذار بخوره توپل بشه. لازم نیست توپل بشه. مامان فکر میکنم این دوست دختر آیا شده. جیم، خاله جون، من نتونستم انتخاب کنم. اگه میخوای بهت کمک کنم. پسرم، خب گل برای کی میخوای؟ برای یه شخص خاص. خب چقدر خاصه؟ خیلی خیلی خاص. آها، متوجه شدم. صبر کن، الان یه ترکیب عالی برات میزنم. از اینم بذار. باش. ببینم حرفای داداشت درسته؟ درست به موقع. وای شیما، خوش اومدی، بیا تو. چند سال ازدواج کردی؟ من ازدواج نکردم خاله. ای بابا، قشنگ تیپه یه پدر خانواده رو داری، از من گفتم بود. نه، رابطه ما تازه است، اولین قرار. بدون اینکه طولش بدین ازدواج کنی، بچه دارم بشین. وا، چی میگه خاله؟ ما هنوز جوونی. نخند پسر جون، نخند، حتما یه چیزی میدونم که میگم. من 7 بچه دارم، شما هم بچه دارشید، بهت میاد پسر. دیدی، من بهت گفته بودم، میدونستم آشتی میکنین. خیلی خوشحال شدم. بالاخره عقل مته سر جاش اومد. صدقه سر تو، باهاش حرف زدی، چشاشو باز کردی، مته اینجوری گفت. آها، تعریف کرده؟ نه بابا، چیزی نگفتم. تو خونه ی آیاز دیدمش، دلش گرفته بود. منم گفتم بس دیگه مته، به خودت بیا. همچین حرفی شد، پس به خودش اومده. در ضمن من و آیاز معشوقیم، ولی این بار واقعا دوست پسر دوست دختریم، جدی جدی معشوقیم. خیلی هیجان زدم شیما، ایشالله این بار خرابکاری نمی کنم. من حاضرم. پس منم سریع آماده میشم بریم. تو این سن این استعداد غیر ممکنه. درسته، واقعا هم اینجوریه. عاشق شدم، عاشق طراحی ها شدم. یه چیزی بهت بگم عزلم جون، قدر این دختر رو بدون، اصلا نذار از دستت بره. این دختر استعدادشو داره که خانه مدو بالاتر ببره. متوجهم، حق با توی. من برای اویکو برنامه های خیلی خوبی دارم، وقتش که برسه همش انجام میشه. اما به نظرم زیاد طولش نده، سریع وارد عمل شو. امکان داره؟ اویکو لیاقتشو داره؟ چیزی ازش پنهان نکن، باشه؟ همه چیو بگو، صادق باش، مته اینجوری دوست داره. میبینم توی کو. ایش، یعنی چی مته اینجوری دوست داره؟ تو از کجا میدونی مته چی دوست داره؟ شیما، مادرت به من گفت که رفتی پیش مته. ببینم یه روز منم به عنوان مهمون دعوت میکنی دیگه، مگه نه؟ هنوز کلی کار داریم، تموم شد میگه. و یه چیز دیگه، اونم
در مورد مدل اصلیمون. محکم بشی. محکمی دیگه نه؟ پس میگم ستنای آتشو میخوام. ستنایو؟ من فکر میکردم که دیگه مانکنی نمی کنی. میدونم دوست قدیمی مروم و زمین نمیندازه، مگه تو دنیای شو نیست؟ چه موجی چه مانکن فرقی نداره، برای آخرین بار میاد و خداحافظی میکنه. باشه، من پرسجو میکنم. لازم نیست، من بهش گفتم تو راه داره میاد. سلام. علیک. یعنی سلام. اینو برات خریدم. اینو برات درست کردم. خب کیکو بده. میخوای منگولو بگیرم؟ تو اینو گرفتی؟ بگیر. تو بگیر. آها. گرفتم. حال شد. آره. خیلی خوشگل شده. خیلی ممنونم. منم ممنونم. خیر باشی. برای هممون آمین. اینجا یکم به هم ریخته است، معذرت بخوام. تو اینو بگی؟ نه بابا، این چه حرفیه؟ چی میخوری؟ خوبه. ستینای خانم، ملاقات شما باعث افتخاره. خوش اومدین. ابراهیم کجاست؟ نه بفرمایین همراهیتون کنم. بفرمایین. بفرمایین خانم. بفرمایین از این طرف. برنامه‌تون کی شروع میشه؟ به زودی. یعنی چقدر زود؟ خیلی زود. منظورتون یه هفته دیگه است یا یه ماه دیگه؟ اصلم اینجا. بله با هم. شما چقدر خوشگلین. میخوای خبرنگارا رو من هماهنگ کنم؟ پارتیای خوبی دارم ها. به نظرم هر دومون این کارو بکنیم، هر چقدر بیشتر بهتر. بیا تو. چیزه، ببخشید ستنای خانم. ابراهیم جون چطوری؟ واه خوشگل خانم، خوش اومدی. ممنونم. عزلم دینگچر، اسمتون رو خیلی شنیدم، همشم چیزای خوب شنیدم، خوشبختم. ممنونم، منم خوشبختم. بفرمایید. چقدر خوشگل، یعنی لباسات، موهات عالی شده، خیلی عالی. تو هم انگار امروز صورتت نورانی شده، برق میزنه، ماشالله. تو هم ماشالله. وقت نفس کشیدنم ندارم، کارای آژانس خیلی زیاده. اینجا که برای کار نگفتین بیام مگه نه؟ چون من اومدم باهاتون درد دل کنم، فقط هم برای اینکه عزیزین برام، وگرنه خوابو ترجیح میدادم. چند ساعت دیگه باید برم برای مصاحبه.
لطفا نگید که کاره. نکنه کاره؟ کاره. خودم فهمیده بودم. خب کار و زندگی. آره خب کار و زندگی. کارا چطوره؟ خوبه. مال تو چطوره؟ منو که میدونی شرکت رو بفروشن به خدا خبردار نمیشه. با این چه حرفیه. خوب بالاخره برای خودت رئیسی. تازه به نظرم خیلی هم موفقی. حقته گهگو داری بری بگردی. بالاخره تو سن جوانی موفق شدی دیگه. خیلی هم خوبه. تو هم عالی. منو ول کن. همون طرحهای اون روز واقعا عالی بودن. وای خیلی ممنون. لطف داری. نه به خاطر اون نمیگم. یعنی نه مامانمی نه بابام. ولی اون طرحها قلم گرفتنت رسما به کاغذ جون دادی. خیلی ممنون عزیزم. نه من ازت ممنونم عزیزم. پس نوش جونت. تو هم همینطور. امیدوارم از صبحانه بیشترین لذت رو ببری. بیا قشنگی این طرها رو ببین ستنای جون. بیا اینا رو ببین. ببین چقدر قشنگه. نگو نمیتونم خودم رو تو این لباسا تصور کنم. لطفاً. قشنگیش که قشنگه ابران جون. اما آها غیر ممکنه. میدونی دیگه برنامه تلویزیونیم کل هفتم رو پر میکنه. تازه مصاحبه ها مونده. دیگه وقت بس خودم نمیمونه. الو؟ بله یاشار. بازم قهر کردی؟ باشه باشه الان میام. تو تلویزیون رو روشن کن من میام. بله مامان جون. آه باشه میام. داداشو ناراحت نکن. باشه؟ مؤدب باش. باشه باشه باشه. دیگه قطع کن. من زود میام. دستیارتون اخراج نکنید. پرستارتون رو اصلا اخراج نکنید. دوتاشون رو با هم که اصلا اخراج نکنید. پسرم امیرخان 5 سالشه ولی منو نابود کرده. بچه ها کسی رو میشناسید که پرستار بچه باشه؟ غذا چطور بود؟ خیلی خوب بود. دستت درد نکنه. نه در از خوب که لیموی تو این سفره رو کامل کرد. آیاز عزیزم کیک پرتقالی بود. من چی گفتم؟ مگه نگفتم پرتقالی؟ نه گفتی لیموی ولی اصلا مهم نیست. تماشا شبیه همه. اوه خیلی زشت شد. معذرت میخوام. خیلی ببخش. نه عزیزم من کار زشتی کردم. بالاخره شبیه هن آدم ممکن اشتباه کنه. نه دلتو شکوندم. ببخش. آه نه من معذرت میخوام. میتونستم کیک بهتری درست کنم. نه من معذرت میخوام. اصلا قبول نمی کنم. من معذرت میخوام. لطف دارید و خیلی خوبید ولی حال و روزمو که دیدین. باشه برای دفعه بعد. خوشبخت شدم عزلم جون. منم همینطور ستنای جون. مراقب خودت باش. میدونی که من از نشنیدن اصلا خوشم نمیاد. لطفاً اینو اصلا در نظر نگیر. ای کاشو در نظر بگیر. کاش اینقدر سرم شلوغ نبود یا اینکه یکی بود که به هم کمک میکرد و میتونستم با شما کار کنم. ایشالا دفعه بعد. میبینمتون. به سلامت. میبینمت.
بذارید همونجا. خوبه خوب. آها اوستا جونونم ببر جلوی مبل. دیگه. آها اونا رو هم بذارید همینجا. بعدش بریم بالا کمد ردیف کنیم اوستا. بعدش دوباره برمیگردیم پایین. فقط دقت کنین اونا رو روی هوا نبرید، بعد ممکنه بیفته. واقعا خوش اومدی. وای ممنونم. وای مته خیلی ازت ممنونم، لیاقت این همه رو ندارم. مگه چی میشه، مهم نیست. تو فقط بشین و به هیچ چی دست نزن، فقط لذت. چی شده؟ تو انگار خوشحال نیستی. نه خوشحالم. پس چی؟ فقط انگار دلم واسه خانوادم تنگ شده، واسه بابام برجو. من همیشه فکر میکردم خیلی به خانوادم وابستم، ولی اینجا رو ببین، دارم عصب کشی میکنم، اونا حتی خبرم ندارن. پس با هم بیا. کجا؟ شما کارا رو انجام بدین، ما میریم و میایم. دختر وایس کجا؟ زود باش. اوستا فاطمه تو اینجا رو ردیف کن دیگه. نگران نباشید آقا مهدی. فعلا. من برم دستشویی. آره خب گرفته نورمال. بله یعنی میتونی بری اگه بخوایم برسونمت. آره باید برسونمت. خیلی لطف داری، ممنون، ولی واقعا لازم نیست. هر وقت خواستی بری توالت بگو، من میام و میبرمت. حتی اگه خونه بودم زنگ بزن، من میام میرسونمت دستشویی. عزیز دلم واقعا فوق‌العاده‌ای، ولی من خودم میرم و میام. باشه برو و بیا. ما چمون شده؟ این چه مسخره بازیه؟ آیاز به خودت بیا. یعنی میگی یخمون آب میشه برجو؟ وای دختر نمیدونم والا، همش آروم و بی صدا همدیگه رو نگاه میکنیم، همش میخندیم. من اصلا اینجوری تصور نمیکردم. آخه برای شرکی استرس میگیری، اینجوری که نمیشه. صبر داشته باش، هنوز دو روزم نشده، با همدیگه عادت میکنیم. ایشالله ببینیم چی میشه. نمیشه، پیره، کوتاهه، ای انرژی خوبی نداره. اوف نمیشه اصلا. اوف اصلا الان از خودم راضی نیستم، این افران خوبی نیست. خب ممکنه اصلی نداشته باشی. حوصله خواهش میکنم، من ستنایو میخوام، این زن شانس منه، تو اولین کارم هم بود، من به انرژیش اعتماد دارم، واسه همین باید یه رای پیدا کنیم این زن رو قانع کنیم. خب گفت خیلی سرم شلوغه، یه کاری کنیم که سرش خلوت‌تر بشه ها؟ انگار گفت به کمک احتیاج دارم، یکی رو پیدا کنیم کمکش کنه. چی کار کنیم؟ نکنه قطعاً. آره جانم مامان. بله آقا افران. ببخشید افران. آره بفرمایید. الان؟ باشه الان میام. باشه مامان باشه. با همون کار دارن. چیزه
میدونم در حد من نیست که بگم. حتی اگه بخواین میتونم بیرون منتظر بمونم، اما خواستم اینو بدونین من و مته دوره سختی رو گذروندیم و ناخواسته اینو به شما هم منتقل کردیم. حتی من عمدیم که نباشه دلتون رو شکوندم، معذرت میخوام. ولی من و مته میخواییم یه زندگی جدیدی رو شروع کنیم. برای درست کردن این به حمایت و عشق شما خیلی احتیاج داریم. برای همین اگه غروب به صرف چایی بیاین پیش ما، من و مته رو خوشحالترین آدمای دنیا میکنین. معلومه که میاییم، ما یه خانواده ایم. فقط یه خواهشی دارم که دیگه از این اتفاقا نیفته. از هم دیگه با خبر باشیم، این که خوبیم یا بدیم از حالا هم دیگه خبر داشته باشیم. یه خانواده واقعی اینجوری شکل میگیره، نه با ارتباط خونی. بابا خیلی ازت ممنونم. نال هرچی، من با امره قرار دارم، میبینم اتو. البته به دست آوردن دل خواهرت یه خورده سخته. من حلش میکنم بابا، نگران نباش. پس برای شب عزلم خانم هم دعوت کن، ها؟ اونم بیاد، مگه نه شیما؟ آره آره، خیلی هم خوب میشه، همه با هم باشیم. چرا که نه، حالیه. وای خوش اومدین آدمای خوب. بیاین بریم بشینین، بیاین بچه های خوب بیاین بشینین ببینم. من اینجا میشینم. بچه ها به شما احتیاج داریم. به اون انرژی خوبتون. دقیقا همینطوره. ستنای آتش رو میشناسید؟ من میشناسم. آکو هم به احتمال زیاد میشناسه، بالاخره اونم تو این حرفه خیلی خوبه دیگه. آی به نظرم این نظر لطف توه، خیلی ازت ممنونم. ممنون، خیلی لطف داری. تو هم. اگه تعریف کردنتون از هم دیگه تموم شده میتونیم ادامه بدیم؟ یعنی ستنای آتش میخوایم مانکن اصلی شو باشه، ولی نتونستیم قانعش کنیم. یعنی چی؟ ما قانعش کنیم؟ آره، آیا از مشکلی داری؟ نه ولی نمیدونم. آیا از قانعش میکنه اسلم خانم؟ قدرت قانع کردنش خیلی قویه. به تو هم نگفتن خیلی سخته، اون پتانسیل تو رو نمیتونم نادیده بگیرم. ولی بس دیگه، بالاخره افرانم دیوونه میکنید. چتون شده آدمای خوب؟ این کارتون بد آدمای خوب. این خنده های علکی و بی خودی برای چی؟ من نمیفهمم. شما زوجی که من دیدم و پسندیدم نیستین. خودتون رو جمع کنید، طبیعی صاف بشین پسر. برید با انرژی واقعیتون اون زن رو قانع کنید. هاشید دیگه. قربون دهنت افران جون. اختیار داری حسلم جون. ببینید، ما میتونیم از هم دیگه تعریف کنیم، اما شما نمیتونی. تو آیکویی، تو هم آیازی. زودتر این مسئله رو حلش کنین. دو روز مونده. یادت نره، ستنایی نباشه مراسمم نیست. همین. یادتون نره، ستنایی نباشه مراسمم نیست. امروز با شیما اومدی، اونم دست تو دست، یعنی انگار نه انگار. خونه هم گرفتن، البته ما تازه خبردار شدیم. شبم شما خانم برای صرف شام دعوتمون کرده، زن داداشم. اما من نمیرم. باید بری. ازش خوشم نمیاد امره. برای شیما که نمیگم، به خاطر داداشت باید بری. آخه نمیدونم، یه چیزایی تو اون دختر است که حس خوبی بهش ندارم اصلا.
یعنی داداشم چطور نمیفهمه اونقدر کور شده؟ اصلا درک نمیکنه. ببین من که شیما رو نمیشناسم. آره درسته تو یه محله بزرگ شدیم ولی زیاد با هم ارتباط نداشتیم. فقط میدونم خانوادش یکم آدم های سختگیریه، ولی حس میکنم داره تلاششو میکنه، یعنی حداقل به نظرم بهتره یه شانس بهش بدی. این شانس چندم شده آخه امره؟ باشه هر کی بود شانس دیگه این نمیداد، میدونه، ولی تو باید بدی. بخشیدن خوبه عشق، آدمو راحت میکنه. سلام ازلم. سلام بلند. خوبی؟ حرف نزدیم. سلام شلوغی، ممنون، خوبم. مته و شیما رفتن خونه جدید. خبر دارم. شیما امروز مرخصی گرفت. مبارک باشه. ما را به صرف چایی دعوت کردن. دوست داری بیای؟ فعلا مشغولم. خودت میدونی شوی لباسه، با افراد داریم کار میکنیم. فکر نکنم وقت کنم. از طرف من تشکر کن. باشه تشکر میکنم. موفق باشید. ممنونم، میبینمت. آها انگار اینجاست. خیلی خوب، حاضری؟ حاضرم. زن خیلی خوبیه، حتما قانعش میکنی. حتما میشه قانعش کرد. باز موافقم، چون ما آدمای خوبیم. ابرانو برای شو قانع کردیم. به لطف تو. ولی اگه پشت کار تو نبود نمیشد. بگذاریم به کارمون برسیم، چیز ترسناکی نیست. باشه. چقدر بامزه ای، زیب بشو ببین. سلام، ما دنبال ستنای خانومیم. مامانته کجاست؟ بیاین جلو، گوشتونو بیارین تا بگم. هایا وای وای، تو چه بچه شیطونی هستی؟ چی کار داری؟ بده من اینو. وای الان آرایشم رو درست کرده بودن. ای خدا داغون شد. سری آرایشگر رو خبر کنید. چیزه، ما برای کار دیگه اومدیم. نکنه برای صدا اومدین؟ بعدن میکروفونا رو بس کنید. شما چطوری اومدین تو؟ ما از خونه مود ازلم دینگچر میاییم. بله من حتی پسرشم. بله حتی اون پسر واقعیشه. منم دستیارشم. اونم دستیار شخصیشونه. تو کارش خیلی خوبه. آیاز خیلی ممنون. به نظرم تو هم براش خیلی بچه خوبی هستی. هر کاری بتونم میکنم. من هم با ازلم هم با افران صحبت کردم. نمیتونم همکاری کنم. نمیفهمی؟ آره نفهمید احمقی. بای چی کار میکنی امیرخان؟ خیلی زشته. زود عذرخواهی کن. زود باش. زود. معذرت نمیخوام. معذرت نمیخوام. همه چیزت به بابات بره. باشه؟ اصلا شبیه من نباش. شما میشه دیگه برید؟ میبینید به حد کافی درد سر دارم. لطفا. آره زود بریم. بریم دیگه. بریم. گفتم بریم. چی کار داری میکنی پسرم؟ چی کار میکنی؟ پسر نونو زشته والا جلوی غریبه. تازه بهش میگی با مزه. کجاش با مزه بود؟ تو هم اولش خوشت اومد. ننداز تقصیر من. خودت گفتی چه بچه شیرینیه. منم اولش فکر میکردم تو هم خیلی شیرینی، ولی بعدش شیطون ازت اومد بیرون. تازه میگه من پسر ازلم خانومم. دلغک دستیاره. کلاس بیزاره. زیاده خواه. گاو. آخش رسمن راحت شده. منم چی بود از صبح تاله آروم و مؤدب بودن؟ اصلا به من نگه. منم اونجوری نیستم. دلم تنگ شده بود برامون. دقیقه. یه چیز بگم، ما اینجوری مؤدبانه نمیتونیم این موضوع حل کنیم. واقعا نمیتونیم.
چیکار کنیم؟ جداشیم. چی؟ کار تموم شد داشتی میکنیم. فکر خوبیه. آی کجا؟ از من جدا میشی؟ با کمال میل آیاز. این بچه نیست بابا، رسمن جونوره. دختر من که بهت گفتم این ابلیس، ابلیس وکیل مدافع شیطان. این همه سال تو این محلم ولی همچین بچه ندیدم. حالا این بیچاره ها رو ببین، رسمن داغونش کرده. دیگه نمیتونیم مسابقه بدیم، جون ندارم. بچه یه قاتل وحشی. حق با توی داداش، بهتر ما دیگه بریم. دیدی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.